سال 1403 با خروش و اعتراض اقشار مختلف مردم ایران آغاز شد. سالی که از وجوه مختلفی میشه اون رو سالی مهم عنوان کرد. همراه هستیم با خانم زهرا از روستا تا نگاهی داشته باشیم به اعتراضات اقشار مختلف میهنمون ایران. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم از روستا، خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید. با سلام و درود به شما و همچنین به بینندگان عزیز سیمای آزادی، به خصوص سلام و درود به همه اقشار غارت شده در ایران که امروزه شاهد اعتراضات و اعتصابات اونها در اکثر شهرهای میهن هستیم. درود بر شما خانم از روستا. ابتدا بپردازیم به کم و کیف اعتراضات این روزها و اینکه بفرمایید چه اقشاری این روزها در اعتراض و اعتصاب هستند. بله، خب رژیم آخوندی یک رژیم دزد، اشغالگر، غارتگر و چپاولگره. از خمینی دجال که انقلاب 57 رو دزدید و به سرقت برد تا خامنه ضحاک و رئیسی جلاد و سرکردگان سپاه پاسداران که بیش از 80% اقتصاد کشور رو تحت کنترل دارن، همگی دزد و قاتل و جنایتکار هستند. خب اعتراض کنند و که اقشار مختلف مردم ایران هستند، اینها از ابتدای سال 1403 به خیابون‌ها اومدن برای اینکه حقوقشون توسط رژیم آخوندی بالا کشیده شده. رژیم آخوندی واحد پول ملی ایران رو نابود کرده و قدرت خرید مردم رو به پایین ترین سطح کاهش داده. اعتراض کنندگان که شامل بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کارمندان مخابرات، کامیونداران، طلافروشان و بازاریان هستند، میبینیم که شعارشون الان روز به روز داره رادیکالتر میشه. یعنی شعارهاشون از حالت صنفی و معیشتی عبور کرده و به مرز قیامی و سرنگونی رسیده. یعنی به یک نوعی با شعارهاشون رو در روی سیاست چپاولگر و فاسد رژیم آخوندی ایستادن. اگر اجازه بدین من چند نمونه از شعارهای این اعتصاب کننده ها و غارت شده ها رو میخونم. بله خواهش میکنم. که میگن مثلا روسری رو رها کن، فکری به حال ما کن، زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در راه آزادگی، و یا حجاب حجاب شعارشون، دروغ و دزدی کارشون. بله، مردم آگاه و اقشار و همه اقشاری که به پا خواستن و غارت شده مالشون توسط آخوندها، اینها با این شعارهاشون رو در روی رژیم دزد، جنایتکار و جنگ‌افروز خامنه ایستادن و بلند فریاد میزنن که دشمن ما همینجاست. یعنی دشمن ما همین آخوندهای جنایتکار و سپاه پاسداران هستند که سفره های مردم رو روز به روز خالی تر و شکنجهگاه ها و زندان هاشون رو روز به روز پرتر می کنند. رژیمی که بیش از 80% مردم ایران رو زیر خط فقر برده و زندگی اونها رو غارت کرده، باید از این به بعد، یعنی هستش که بیشتر شاهد اعتراضات و تظاهرات بیشتر خواهد بود. رژیم آخوندی مردم رو به یک دوراهی رسونده. یک راه، یا باید سکوت کنن و مرگ تدریجی رو انتخاب کنن، و راه دیگه شورش و قیام و انقلابه. ولی ما با توجه به تظاهرات ها و شعارها و قیام هایی که در این سالهای اخیر بوده، میبینیم که مردم راه دوم انتخاب کردن. نه تنها سکوت نمی کنن، بلکه با شعارهاشون و با اعتراض و اعتصابهاشون رو در روی رژیم آخوندی میستن. به خاطر اینکه مردم ایران خوب میدونن که در جنگ بین دیکتاتورها و مردم، این مردم هستن که پیروز میدان نبرد هستن. این رژیم محکوم به نابودی هستش و همچنین مقاومت قدرتمندی هستش که از قتل عام‌ها و از قتل عام‌ها و همچنین از بمباران‌ها سرفرازانه گذشته، و این مبارزه انقلاب بر حق مردم ایران رو برای احقاق حقوقشون و برای رسیدن به آزادی و دموکراسی رو به پیش می‌بره. بله متشکرم خانم افتروستا. به نظر شما چرا رژیم پاسخگوی هیچ یک از این اعتراضات نیست؟ مگه خواسته معترضین چه هست؟
خب ببینید، الان بعد از 45 سال که این رژیم ننگین آخوندی سر کار هستش، یعنی دزدی و فساد و چپاول و غارت مردم ایران، میبینیم که اعتراضات و اعتصابات مردم ایران رنگ و بوی قیام و سرنگونی به خودش گرفته و این رژیم آخوندی رو به شدت به وحشت انداخته، به خاطر اینکه رژیم آخوندی نه میخواد و نه میتونه این مطالبات بر حق مردم ایران رو برآورده بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه سران این رژیم آخوندی همگی جنایتکاران جنگی هستند، کسانی هستند که 120 هزار نفر از بهترین فرزندان ایران رو قتل عام کردند، که در یک قلم 30 هزار زندانی سیاسی رو در تابستان سال 67 اعدام کردند. خب این رژیم اگر بخواد بیاد پولش رو صرف مردم بکنه، خب دیگه پولی نمیمونه برای تروریسم، صدور تروریسم، برای جنگ افروزی، برای ساختن بمب اتم، برای سرکوب کردن، پرگردن جیب آقازادا. این یعنی پایان این رژیم آخوندی. بنابراین نمیاد این کار رو بکنه، نه میتونه و نه میخواد که این کار بکنه. و از طرف دیگه خب مردم ایران حضور قدرتمند کانونهای شورشی رو در کنار خودشون میبینن و این به اونها قوت قلب میده، و از یه طرف دیگه دسترسیشون به تلویزیون سیمای آزادی که 24 ساعته هستش، که اعتراضات اونها و اعتصابات اونها رو و درد و رنج اونها رو پوشش میده و منعکس میکنه، این تشویقشون میکنه. بنابراین تا این رژیم هست، درد و رنج مردم ایران نه تنها کمتر بلکه روز به روز بیشتر خواهد شد، و تنها راه پایان دادن به دردها و رنجهای مردم، به مشکلات صنفی و معیشتی مردم، سرنگون کردن تام و تمام این رژیم آخوندی هستش، که خوشبختانه مردم ما به خوبی به این رسیدن. درود بر شما، ممنونیم از شما خانم اثرروستا. تصویر کاملی از اعتراضات گسترده اقشار مختلف میهنمون ارائه دادید، از پیوندهاشون گفتین، از ریشه های این اعتراضات گفتین و همینطور از تکامل اون در جریان انقلاب دموکراتیک مردم ایران. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خواهش میکنم. با تشکر از شما. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.